دبیر کل سازمان ملل درباره افزایش و گفتمان نفرت و نجات پرستی علیه اسلام و مسلمانان هشدار داد. آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل که در مراسمی به مناسبت گرامی داشت هفتادومین سال روز تصویب کنواسیون بین المللی جلوگیری از کشی و مجازات در مقر سازمان ملل در نیویورک سخنرانی می نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت مسلمانان روهینگیا در میانمار که به طور سازمان یافته قتل عام و شکنجه می شوند ابراز کرد و با بیان اینکه گروه های افراطی خشونت طلب و همچون داعش در عراق مردم را هدف قرار دادند افزود اشکال مختلف اقدامات تنفرآمیز علیه خارجی ها و زنان و اسلام ستیزی و دشمنی با اسلام در حال افزایش است. گوترش با اشاره به اینکه مقابله با کشتار جمعی و مجازات مرتکبان آن مسئولیت و وظیفه جامعه بین المللی است گفت همه ما باید به صورت فردی و جمعی در مقابل تلاش هایی که مردم را به دلیل ملیت، نژاد و دین مورد هدف قرار می دهند بایستیم. گفته کنوانسیون جلوگیری از نستکشی و مجازات مرتکبان آن در تاریخ نهم دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.